سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. 12 مکان غیرعادی که رازهای اسرارآمیزی تو خودشون دارن. جهان اطراف ما پر از منظرهای غیرعادی و بی‌نظیریه که قابل توضیح دادن نیستن. بعضی از اونا هزاران ساله که وجود دارن، اما بعضی از ساختمونای مدرن یه حسی رو به بازدید کننده ها انتقال میدن که قابل توصیف نیست. تو این ویدیو بعضی از جاهای مرموز دنیا رو نشونتون میدیم و رازشون رو افشا میکنیم. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. شماره 1. تو یک جای دور افتاده از روسیه، یعنی تو جزایر لویتسکی، یه سری هزار توی قدیمی وجود داره که تحقیقات زیادی روشون انجام شده، اما رمز و رازهاشون هنوزم حل نشده. هزار توهای سنگی به صورت مارپیچ دیده میشن و بیشترشون هم همدیگر رو قطع میکنن و الگوی پیچیده تری رو به وجود آوردن و توی منطقه خاصی متمرکز شدن که مساحتش حدود 1.3 کیلومتر مربعه. آزمایش سنگ ها نشون میده که بیشتر از 2500 سال قدمت دارن، اما تا حالا دلیل دقیقی برای ساختشون پیدا نشده. لبه های خمیده پیدا شده روی تختی سنگ ها توی این منطقه نشون میده که بخشی از آیین خورشیدپرستیه و بعضی از محققا فکر میکنن برای مراسم مذهبی ایجاد شده. شاید هم برای احضار ارواح بعد از مرگشون اونو ساختن. با توجه به سخت بودن جهتیابی تو این هزار تو، به هر حال ممکنه هدفشون این بوده باشه که مرده ها دیگه نتونن راه برگشتشون رو پیدا کنن. شماره 2. تو مرتفع ترین قسمت آلمان شمالی اولین فرستنده ی تلویزیونی قرار گرفته، اما خیلی مثل براکن شناخته شده نیست. این محدوده ی کوهستانی قرن هاست که با سحر و جادو سر کار داره و برای نویسنده ی بزرگی مثل وان گوته تو نوشته ی نمایش نامه معروفش یعنی فاوست الهام بخش بوده. دو سازه سنگی عجیب معروف به منبر شیطان و محراب جادوگر و آب و هوای ابریش به موارد ماورا و طبیعی اینجا اضافه کرده. عجیب ترین منظره‌ای که در این قله میشه دید شبح غمگینه که پدیده طبیعی و عجیبیه که سایه کوهنوردا رو به همراه یک رنگین کمون تو اطرافشون روی مه میندازه. ظاهرا تا چندین مایل اون طرفتر هم میشه این سایه ها رو روی مه دید. این پدیده به اثر هاله نور معروفه و معمولا مسافرایی که به اونجا میرن میترسونه و غافلگیرشون میکنه. شماره 3. سنگ‌های آبی بزرگ زیادی تو روسیه وجود دارن که بت‌پرستا و چادرنشینا اونا رو می‌پرستن. معروف‌ترینشون سنگ آبی دریاچه پلشچیوئه که گفته شده قبل از اینکه رها بشه برای ساکنای نزدیک اونجا مقدس بوده و تمام کسایی که اون رو از روی بدبختی لمس می‌کردن تحت تأثیر قرار می‌داده. مردمی که اطراف دریاچه زندگی می‌کنن خیلی از مه پر رمز و رازی که روی آب این دریاچه دیده میشه می‌ترسن. گفته شده مردمی که تو اون مه بیرون رفتن هیچ وقت بر نگشتن. یه گروه که برای جمع‌آوری قارچ به اونجا رفته بودن تو این مه گم شدن و دیگه ازشون هیچ خبری نشده. حتی این اتفاق برای یک قطار باربری با 23 تا واگن و مسافراش هم افتاد که دیگه هیچ وقت پیدا نشدن. دریاچه پلشچیوو منطقه زیبایی، اما کسی هنوز هم نتونسته رازش رو بفهمه. شماره 4. این معدن تو روسیه به اسم سیبی باس به افتخاری برای مردم اون منطقه تبدیل شده بود. خیلی ها اونجا مشغول بودن و کار میکردن. تو سالای اوج این معدن مقدار زیادی گوگرد، مس و طلا ازش استخراج شده بود و یکی از بزرگترین معادن دنیا به حساب میومد و گفته میشه زندگی 62 هزار نفر به این معدن وابسته بوده. تو پاییز سال 2018 اهالی این منطقه متوجه مه عجیبی شدن که کل شهر رو گرفته و یک بوی سوختگی از آتیشی حس میشد که هیچ کس نمیتونست ببینه. به نظر میرسید منشأ این قضیه معدن قدیمیه. دود رفته رفته غلیظتر میشد. ماهیت این مشکل فاش شد. هسته ی گوگرد زیر معدن آتیش گرفته بود و ابری رو به وجود آورده بود که در حال مسموم کردن شهر بود.
تو مناطق اطراف سوزش چشم، گلو و سردرد شایع شد. آتش نشانا وظیفه سنگینی داشتند و تو جهنمی افتاده بودند که زیر زمین در حال سوختن بود. شماره 5. این آبشار به کتری شیطان معروفه. از اسمش میشه فهمید که حتما داستان عجیبی داره. سالهاست که این طبیعت تو آمریکا دانشمندان رو سردرگم کرده و بازدید کننده ها رو مجذوب خودش کرده. به خاطر یه دلیل ساده. آبشار پایین صخره ها وارد یه گودال میشه و بعد هم ناپدید میشه. دانشمندا جی پی اس هایی رو توی این گودال انداختن تا مسیر خروج این جریان قوی رو ردیابی کنن، اما جی پی اس ها هم ناپدید شدن. تنها چیزی که در این مورد میتونیم بگیم حدسایی که زده میشه و گفته میشه که این آب وارد هسته زمین میشه که ممکنه اونو تبدیل به دروازه جهنم کنه. فشار آبی که به صخره ها وارد میشه اونقدر زیاده که هر چیز رو که توش باشه، حتی یه جی پی اس کوچیک رو میتونه خورد و خاکشیر کنه. این نظر میتونه درست باشه، اما هنوز هم نمیشه به صورت دقیق که این آب کجا میره. شماره 6. اگر موقع پیاده روی ناگهان متوجه بشین که آبی به طرف بالا در جریانه و یا بفهمین که میتونین تو اون منطقه مثل مایکل جکسون خم بشین، از ترس فرار میکنین یا اونجا رو تبدیل به یک مکان توریستی میکنین. جورج برادر راه دوم رو انتخاب کرده. اون جاذبه توریستی یک مکان اسرارآمیز تو کالیفرنیا رو تو سال 1939 افتتاح کرد. این منطقه جهت نیروی جاذبه با تمام دنیا فرق داره و تقریبا به سمت بالاست که تو این ویدیو هم دیده میشه. این توپ روی یه سطح شیبدار انداخته میشه و بعدش به سمت بالا حرکت میکنه. مردم فهمیدن که میتونن روی انگشته ی شست پاشون هم خیلی راحت تعادلشون رو حفظ کنن. دانشمندا میگن که همه اینا خطای دید ماست، اما من ترجیح میدم که توضیحات لیدر تور رو باور کنم که میگه این پدیده به خاطر اینه که صدها سال قبل شهاب سنگ تو این منطقه سقوط کرده و میدان الکترومغناطیسی رو تغییر داده. شماره 7. قرار بود شهر اردوس تو مغولستان شهر بزرگی برای سکونت صدها هزار نفر باشه، اما این طرح‌های برنامه ریزی شده هیچ وقت عملی نشد. معلوم شد که معادن اون نزدیکی سودآور نیستن و این شهر نیمه تموم متروکه موند. امروزه یک مکان ترسناک با آپارتمان‌های بزرگ و جاده‌های خالی و موزه‌هایی که هیچ کس به دیدنشون نمیره. خونه ها مخروبه نشدن چون کسی نیست که به اونا آسیب برسونه. این شهر با برج‌های بلندش ساکت و خلوته و درست مثل اثری که از یک تمدن گم شده به جا مونده و حالا به شهر ارواح معروفه. شماره 8. وقتی نامزد ادوارد لیت کالنین لتونیایی روز عروسیش رها کرد، اون با قلب شکستش به مقصد آمریکا به دریا زد و به نامزدش ثابت کرد که میتونه به هر چیزی تو زندگیش برسه. وقتی به آمریکا رسید سل گرفته بود، اما ادعا کرد که با مغناطیس شفا پیدا کرده. ادعای دور از ذهنی به نظر میرسید تا اینکه باور نکردنی ترین کارش توجه همه رو جلب کرد. اون قلعه مرجانی رو تو فلوریدا ساخت. قلعه از سنگ آهک سبک ساخته شده بود که دوام زیادی داره. لیت کانلین با مهندسی مدرن امروزی نیاز به ماشینالات قدرتمندی برای چیدن و قرار دادن سنگ‌های به این بزرگی و اشکال هنری داشت، اما به تنهایی کار کرد و نشون داد کارش اونقدر دقیقه که هیچ کدوم از این هزاران تن سنگ از جایی که اونا رو 100 سال پیش کنار هم گذاشته سانتی‌متری حرکت نکرده. این سازنده عجیب و غریب راز ساختن قلعه رو با خودش به گور برد. بازدید کننده ها میگن که اون احتمالاً به راز و رمز ساخت اهرام مصر پی برده بود و از همون روش استفاده کرده بود. شاهدای محلی ادعا میکردن که اون رو دیدن که سنگا رو به سبکی بادکنک جابجا میکرده. حتی بعضیا میگن که اون برای بلند کردن سنگا قدرت جادویی داشته. شماره 9. عاشقای موسیقی سراسر دنیا با فستیوال گلاستونبری آشنان.
اما عده کمی میدونن چرا این محل برای این فستیوال انتخاب شده. گلاستونبری صدها ساله که یه جای خاص و مقدسه. با حفاری‌های باستانشناسا اطراف برج معروف گلاستونبری عتیقه‌هایی از عصر حجر، عصر آهن، عصر برنز و تمدن رومی‌ها کشف شد. عجیب‌ترین چیزی که تو این منطقه به چشم می‌خوره دیدن برج روی تپه توی آب و هوای مه‌آلوده که میشه گفت خطای دیده. اسم این پدیده سراب یا فتا مورگان است. نام مورگانا از افسانه مورگانا میاد که جادوگر داستان شاه آتور بود. و به همین دلیل بعضی اعتقاد دارن که خود شاه آرتور توی جای زیر برج دفن شده و زمانی که کشورش به اون احتیاج داشته باشه بیدار میشه. حتی داستانایی هم وجود داره که این برج مکان مرموز مخفی جام مقدس و دروازه سرزمین عرفانی آوالونه. شماره 10. کلیسای راسلین از زمان ساختش تو اسکاتلند تقریبا ناشناخته و بی سر و صدا بود، اما بعد از انتشار رمان دان براون به اسم کد داوینچی تبدیل به محلی پر سر و صدا برای پیدا کردن افسانه ها و رازها شد که هم به جام مقدس ارتباط پیدا کرد و هم شوالیه های معبد. اما این کلیسا ویژگی های عجیبی داره که نمیشه توضیحش داد. بین سالهای 1592 تا 1842 خالی بوده. تو اون زمان معنی اصلی بسیاری از کتیبه های پیچیده ستونا و سقف فراموش شده بود. اونا به هر تفسیری مخالفت میکردن و به نظر میرسه انواع ذرت و گندم رو به تصویر کشیدن که برای اروپایی ها ناشناخته بود تا زمانی که کلمبوس به آمریکا رفت. تاق چسبیده به پشت کلیسا که هیچ ورودی براش پیدا نشده حتی اسرارآمیزتره. شایع شده چند قرنه که همه چیز از جواهرات تاج اسکاتلندی تا بقایای مسیح اونجا نگهداری میشن. شماره 11. دره هایشو توی چین اسمهای مختلفی داره. مثلا دره ترسناک بامبوی سیاه، اما معروفترین اسمش مثلث برمودای چینه. این دره عجیب و ترسناک ارتفاعی 3218 متره و بیشتر وقتها پوشیده از مه، عرض جغرافیایی اون شبیه به مثلث برمودای اصلی و اهرام ثلاثه مصر و باعث شده که بعضیا باور کنن که ویژگی‌های اسرارآمیزی داره. هواپیماهایی که بالای این دره پرواز میکنن از رادار خارج میشن. بعضیا مثل گروهایی از سربازا بعد از رفتن به اونجا هیچ وقت برنگشتن. بومیای اونجا به هیچ کس اجازه نمیدن که وارد اونجا بشه، چون این مکان براشون مقدسه. اکتشافای دقیق‌تر غیر ممکنه. شاید باید به توصیه‌شون گوش کنیم. اونا حتی از مه عجیب هایشو میترسن و میگن که هر کی اونا لمس کنه مطمئناً نفرین میشه. شماره 12. لاماسادا تو اسپانیا شبیه یک شهر باستانیه و صدها ساله که رها شده، اما اینطور نیست و تا سال 1960 مسکونی بوده و حدود چند دهه است که به این شکل در اومده. شاید کسایی که اون دور و بر زندگی میکنن حق دارن که میگن این مکان نفرین شده است. از سالی که رها شده داستانایی از دیدن بشقاب پرنده تو این منطقه شنیده شده و توریستایی که به این شهر قدیمی رفتن هرگز دیده نشدن. تو شبای زمستون نور عجیبی روی ساختمونای خالی ظاهر میشه که هیچ دلیلی براش وجود نداره. دانشمندا اصرار دارن که این نابودی سری به خاطر هجوم شته های برگ درخت انگوره که عادت داشتن با انگورای تاکستان ها دلی از عزا در بیارن. واقعا میشه این شته ها سنگ ها و ساختمون ها رو تا این حد متلاشی کنن؟ اما کسایی که از اونجا دیدن کردن میگن سکوت اونجا ترسناکه و هیچ سر و صدایی تو اون منطقه شنیده نمیشه. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو دارید.